درودی چوبوی خوش آشنایی در دوشنبه شبهای میهن ایران زمین بر شما همیهنان هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان همچون همه هفته میگوشاییم برنامه شامگاهی صفحه یک را با آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از روزنامه های امروز ایران همان گونه که آگاهید در دو روز شنبه و یک شنبه که تا اطلاع سانوی برنامه های خبری تحلیلی صفحه یک حضور ندارد قوقای برجام و شادی های پس از آن بر صدر رسانه های جهان و همینطور روزنامه های تهران جای داشت هرچند نیز روزنامه های امروز کماکان با نشست خبری حسن روحانی به این موضوع در شماره های امروز پرداختند اما وقایع انتخاباتی با رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلبان به موضوع دوم تبدیل شد در هر روی بسان سایر شبها در آغاز کلام مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب اظهارات دو رئیس جمهوری آمریکا و ایران ساعتی پس از اجرای برجام لحظه های صحنه ورود حسن روحانی و همینطور باراک اوباما رو میبینید لحظه های از صحنه ورود حسن روحانی و همینطور باراک اوباما را میبینید said, address, situation... اوباما از نسل نوی ایرانی تمجید کرد و از تمدن کاهن و پرپیشینه ایرانیان و حسن روحانی از وعده ای که داده بود و وفایی که صورت گرفت و اما واکنش رئیس جمهور ایران به رد صلاحیت های گسترده نامزدهای انتخاباتی از سوی فقهای شورای نگهبان زمزمه ها از چرایی استعفای سخنگوی شورای نگهبان در پی تنش های درون سازمانی این نهاد تحت امر رهبری و در واکنش به رد صلاحیت فلعی ها لحظه های زرین آزادسازی چهار گروگان ایرانی آمریکایی از جمله کشیش و روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و بالاخره بودجه و برجام و برنامه های سال 95 در مجلس ایران با حضور حسن روحانی و اظهارات بودجه ایشان در میان کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 28 دی ماه ایرانی برابر با 18 ژانویه 2016 میلادی است که به آگاهی شما بینندگان عزیز و گرانقدر تلویزیون ایران فردا خواهد رسید تا شرح مشروع خبرها و نظرها همچون همه شبها با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت آغاز خبرها و نظرها با اظهارات باراک اوباما در آمریکا و حسن روحانی در ایران لحنی بعضا همسان و مشابه هر دو رئیس جمهور موفقیت را نتیجه روی کرده تعامل گرادن استند اوباما از پیروزی دیپلماسی هوشمند سخن گفت روحانی از تعامل با دنیا باراک اوباما از دستاوردهای اخیر دیپلماسی کشورش در قبال ایران به عنوان شاهدی بر درستی تصمیمش به تعامل مستقیم با دولت ایران یاد کرد و افزود که تعامل مستقیم با ایران مؤثرتر از روش هایی بوده که در دهه‌های گذشته در قبال ایران اتخاذ شد این اظهارات اوباما در حالی است که روحانی نیز در جهتی دیگر و در جاهایی به مسابقه اوباما سخن ران. از جمله حسن روحانی در سخنانی به مناسبت اجرایی شدن توافق هسته ای این موضوع را محصول تصمیم خود بر مذاکره با دنیا و اتخاذ سیاست برد برد خواند او اضافه کرد که برجام می تواند به عنوان یک مدل حل و فصل مسائل منطقی نیز مورد استفاده قرار گیرد به این مناس که دو طرفی که اختلافی با یک دیگر دارند می توانند این اختلاف را از طریق منطق به حل و فصل و به مرحله اعتمادسازی سازی برسانند شرح خبرها را به همکارانم در گروه سوی خبر می گذارم و همینک همگام با شما سری به روزنامه های ایران میزنیم که خود حاوی حکایت ها و سیاست های, های داخل ایران نیز هست روزنامه های نزدیک به طیف دولت حسب انتظار با شوق بیشتر موفقیت دیپلماسی هسته کابینه روحانی را باستاب دادند. در این میان جملاتی همچون الوعد وفا باید مدل برجام در داخل اجرا شود که اشاره داشت به لزوم حل و فصل تنشهای جناهی ایران از طریق تعامل و مذاکره و همینطور تحریم رفت و یا صبح بدون تحریم البته این تیتر اعتماد شماره دیروز بود و یا خلاص شدیم باز قانون دیروز و یا شماره دیروز شرق با جمله همینک بدون تحریم تماما به پایان تحریم و آغاز اجرای عملی برجان پرداختند. در این میان سرمقاله ها و یادداشت ها نیز عمدتا حول موضوع رفع تحریم ها متمرکز بود از جمله روزنامه ایران ارگان دولت با سه یادداشت اصلی همگی رو به این موضوع اختصاص داده بود از جمله در ستون اول دفتر با عنوان فصل گشایش های نو به قدم محمد جواد حق شناس از مدیران عهد خاتمی در وزارت کشور نفس شکلگیری مذاکرات و موفقیت را در دو عامل اصلی خلاصه میکرد یکم آنکه مردم در انتخابات سال 92 با انتخاب روحانی به گونه خواهان تغییر در وضعیت معیشت و عرصه اقتصاد کشور و رفع تحریم ها بودند و دوم آنکه تا اراده خامنه ای بر این امر نمی بود چون این چیزی نیز شدنی نمی شد. و اما در سوی دیگر حسین واله در یادداشت شماره سوم روزنامه ایران با عنوان شخصیت های پساورجان به گونی کوشید باز با زبان و لحن اعتدالی یکی به میخ و یکی به نل به برخی از کشورهای منطقی و فرامنطقی نیز نیشکی بزند که مثلا از خشم و خسم به اخلال خواهند کشید و در این راه به دولتیان نیز توصیه میکرد که با مشی میان روی مسیر گفتگو با همسایگان رو در پیش بگیرند. و اما به همین تناسب که اجرای برجام موجی از تحسین و تمجید در دو سوی ایران و آمریکا به وجود آورد به همین میزان خشم و عصبیت های نیز در هر دو جناح منطقه در واقع فوران کرده بود البته انتقادها در آمریکا عمدتا حول مبادله گروگان های ایرانی آمریکایی بود که تا حدودی هم به حق نقد کرده بودند امیر که این شیوه های گروگانگیری بیگناهان شیوه همیشگی جمهوری اسلامی خواهد شد پس نبایستی امتیاز داد در این میان، ما اتفاقا لحن بسیار عصبی دونالد ترامپ رو لحظه میبینیم که چگونه عصبی میشود ترامپ میگوید که وقتی من صحنه های سربازان اسیر شده ایمان را می بینم که زانو بر زمین زدند و دست بر سر نشسته بودند می‌خواهم دیوانه شوم و یا تد کروز و دیگر نمایندگان جمهوری خاک که سخت از آزادسازی برخی از متهمین ایرانی در زندان های آمریکا به خشم آمده بودند که چرا چون معتقد بودند که آنها مجرمانی بودند ایرانی هایی که تو آمریکا بودند که حتی پلیس بین الملل در تعقیب آنان است و نمی با چهار گروگان بیگناه. آمریکای ایرانی در زندان اوین مبادله می شدن. میخانیم و میکاوی مخالف خانی های اردوگاه و سلگرایان که در رأس آنان کیهان شریعتمداری مداری نشست است. کیهان شماره امروز رو بیشتر شبیه بولتن های محرمانه نهادهای امنیتی آراست تا یک روزنامه ملی امونگونه که میبینید با انتشار صفحه یک تمامی روزنامه های شماره دیروز شماره روزنامه های نزدیک به دولت که همگی اجرای برجام و پایان تحریم و آزادسازی پولهای بلوکه شده رو مطلب و موضوع اصلی برگزیدند بر آنان تاخت که چرا چنین به شادمانی پرداختند در حالی که یک روز نگذشته آمریکا بعد اهدی کرد و تحریم‌های تازه‌ای وزن نمود البته لازم به توضیح میدونم که اعمال تحریم‌های تازه آمریکا مشخصا حول تنی چند از نظامیان بلند پایه نزدیک به علی خامنه‌ای است که به مشک منطقه منطقه‌ای مشغولند و می‌کوشند هرچند نفس این اعمال تحریم از سوی آمریکا نیز در واقع کمی کت بوده در عرصه دیپلماسی عمومی و طبعا از میزان تأثیر گذاری مثبت حاصله در افکار عمومی ایران نیز میکاهد حداقل رسانه های راست افراطی به بهانه های می تواند از آن بهره برداری کنند و اما سرسختی های جناه تون رو در داخل ایران که با کیهان کلید خورد همون گونه که اشاره کردم به مسابقه یک بولتن شبانه منتشر شد با درج تصویر تمامی روزنامه های طیف اصلاح دلوان کشید که روی کرده مثبت و خوشبینانه آنان رو زیر سوال ببرد کیهان از جمله در این گزارش که به عنوان تحریم ها نرفته برگشت اشاره داشت به تحریم های مشکی ایران کیهان در این گزارش اصلی رفع تحریم رو نوعی امتیاز انتخاباتی به نیروهای اصلاح طلبان در آستانه انتخابات پیش روی خبرگان تحلیل کرد به زمین کیهان نشینان آمریکا در مواجهه با ایران با سیاست دوگانی رو که در واقع چالش پیش روی دولت آمریکا نیز هست از یک سو به امتیاز ندادن به ایران معتقد است و از طرف دیگر این نگرانی رو دارد که تشدید بدگمانی ها به توافق با آمریکا موجب آسیب استراتژیک برای جریان غربگرا در فاصله چهر روز تا انتخابات پارلمانی و خبرگان شود که عملا اصلاح دلبان رو وابسته به امریکا میخواند بنابراین آمریکا مجبور است به زمین کیهان که شیب فشار و سختگیری رو فعلا پایین نگه دارد و با اقماز به برخی فضاسازی ها و آماده های تبلیغاتی بنگرد از منظر کیهان ممکن است آمریکا حتی در این صحنه سازی و صحنه آرایی نقشی فا کند نظیر دستوری که اوباما به عنوان مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران صادر کرد تقضیه پفکی و آدامسی بهترین عنوان است که کیهان نشینان برای پکیج فراهم شده از سوی طرفین غربی و غربگرا اطلاق کردند جز بدبینی نکته دیگری نداشت در این راستا دیگر روزنامه های کمپ تحول خواهان از دور تازه آشفتگی ها در اردوگاه اصولگرایان به ارائه تحلیل های جالبی پرداخته بودند از جمله روزنامه ابتکار یادداشت اصلی شماره امروز رو به عنوان چرایی پریشانی در جبهه اصولگرایان در واقع به اتاب و خشم تندروها به گونه دیگر پرداخت جلال خوشچهره در این نوشتار با دستبندی دلایل اصلی آشفتگی در جبهه اصولگرایان و تانروهای تهران معتقد بود که کم حوصلگی در تحمل رقیبان تا حیات خلوت ایشان هم دامن گسترده است اکنون به سختی میتوان شماری از اصولگرایان به زعم وی استخاندار را هنوز با همین نام خواند واقعی تران است که بگوییم انشعابی جدی میان تیف های اصولگرا رخ داد این روزنامه در دستبندی این خصیصه ها عوامل اصلی رو در آشفتگی بیشتر در اردوگاه مؤثر اینگونه دستبندی و طبقبندی کرد که از جمله نبود شجاعت نقد گذشته و انعطاف پذیری برای قبول اشتباهات استراتژیک در هنگامی که همه قدرت را در اختیار داشتند دو آنکه اسرار بر استراتژی های احساساتی و دست زدن به اقدام های عجولانه و افراطی در بسیاری مواقع با واقعیت های جاری بیگان است اشاره آشکار به احمدی نژاد بود همینطور در اعلام مواضع با هدف پیروزی صرف و رقیبان داخلی اما بی توجه به منافع ملی و به تب امنیت ملی بی هستند گروه های اصولگرا و نداشتن راه های معلوم برای برون رفت کشور از مشکلات در چارچوب آرمانگرایی بی شکل. این وضع به گونه است که آنان را میان اپوزیسیون سیاسی بودن و جماعت فاقد سیاست سرگردان کرده است کماکان بیننده یه برنامه شامگاهی صفحه یک هستید کم ورق میزنیم با روزنامه های دیگر شرق در یکی از داشته اصلی شماره امروز که در ستون حرف روز نیز منتشر کرده بود با عنوان شیرینی دیپلماسی نوین برای همسایگان منتشر کرد و به رنج رفته در سالیان گذشته بر مردم ایران اشاراتی داشت و نتیجه گرفت که مردم ایران هزینه زیادی متحمل شدند از این رو دستاورد برجام را به شدت پاس میدارند. به عبارت دیگر ملت مایل نیست در مقابل جامعه جهانی بدنام شود و زمینه را برای مخالفان ملت فراهم کند تا آنان به تحقیر یا تهدید ما برخیزند ستون نویس شرق در بخشی از این یادداشت به نتیجه ها و پیام های برجام اشاره کرد و و بر لزوم رفع مشکلات با همسایگان تاکید داشته معتقد بود که وقتی ملت ایران قادر است با های بزرگ مشکلات موجود را حد و فصل کند برای او به مراتب آسانتر است که با یاری همسایگان دور و نزدیک که با ما سرنوشت نسبتا مشترکی دارند مشکلات احتمالی را درمان کنند سانی های از عرصه هستی گذار می و نگاه میاندازیم به سایر مطالب و موضوعات برگزیده امشب انتخابات و رد صلاحیت گسترده کاندیده ها بر صدر صفحات نشست تا جایی که داد سخن شخص حسن روحانی را در آورد در این میان روزنامه آرمان با انتخاب کلامی از روحانی که واژه دلواپسی را در دل خود داشت نوشت که شورای نگهبان نگذارد دلواپسی ایجاد شود که به کارگیری واژه دلواپسی در این اظهارات واجد بار گفتمانی خاص خود است که نخستین بار تندروهای جبهه اصولگرایان از آن استفاده کردند و مدتها دلواپسان و دلواپسی بالانشین مباحث سیاست جاری ایران بود در ارسه مطبوعات البته بر اساس گزارش های منتشر رئیس جمهور ایران تأکید داشت که بایستی از مدل برجام در داخل هم استفاده کنیم همچنین روزنامه اعتماد با اشاره به حفظ حقوق داوطلبان رد صلاحیت شده به نقل از روحانی گفت به عنوان رئیس جمهور از اختیار خود استفاده خواهم کرد و اما رد صلاحیت و اختیارات رئیس جمهوری آیا می تواند واقعا از اختیارات خود استفاده کند یاد داشتی که در روزنامه اعتماد در پی رد صلاحیت های غیر قابل انتظار از سوی شورای نگهبان توسط بهمن کشاورز حقوقدان انتشار یافت ستون نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اظهارات روحانی در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سؤالی که درباره رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخاباتی مطرح شد وعده داد که من به عنوان رئیس جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده خواهم کرد این گونه به نقد و تحلیل می و معتقد بود که رئیس جمهوری ایران بر طبق قانون اساسی مجری همین قانون است و به موجب قانون نحوه اجرای اختیارات رئیس جمهوری مصوب سال 63 این امکان را دارد که به قوای سگانه تذکر و اختار بدهد و تقاضای اجرای اصولی از قانون اساسی را داشته باشد این اختیارات تأکید میکند که محدود است به اختار به قوای سگانه و با این توصیف این حقوق در نتیجه گرفت که بنابراین به نظر نمی رسد که رئیس جمهوری ایران بتواند در مورد نحوه عمل و عملکرد شورای نگهبان کار نمایان و مهم در خور توجهی انجام دهد لازم به توضیح که به استحضار بینندگان عزیز برسانیم که بر اساس گزارش های منتشره در بیشتر روزنامه های امروز و همینطور منابع خبری مختلف و متعدد در واقع میتوان گفت که 99 درصد اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند در این میان حسین مرعشی رئیس کارگروه استانی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان میگوید از بین سه هزار نامزد اصلاح طلب که برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده فقط صلاحیت سی نفر تایید شده است از جمله مرعشی گفت که در تهران فقط چهار اصلاح طلب باقی مانده اند و اما در این راستا نقدها نگاشته شد و شکفه ها رفت و در ستون های اصلی روزنامه های اصلی و پرشمارگان کشور تحلیل های بیشماری روی موضوع نیز متمرکز شد از جمله روزنامه قانون با ابراز نارضایی از حجم حجیم و عجیب رد صلاحیت ها همزمان با شادی و نشاط نسبی برخواسته در جامعه ایران پس از رفع تحریم ها و اجرای برجام معتقد بود که جامعه خوشحال از پیروزی برجامی به فاصله یک روز در شوک رد صلاحیت های گسترده فرو رفت البته به زمه قانون در همه جای دنیا درجه از اختلاف نظر و تکسر دیدگاه در میان سیاستگذاران و کارگزاران نظام های سیاسی وجود دارد اما اینکه در سیاست خارجی و داخلی در آن واحد در دو جهت متفاوت و متعارض حرکت کند تقریبا در هیچ جای دنیا مسبوق به سابقه نبوده است و اما اعلام رقم دقیق پولهای آزاد شده از تحریم ها از زبان کلیددار بانک مرکزی و همینطور خزانه داره کابینه حسن روحانی در روزنامه دیگر روزنامه وقایع اتفاقیه به قلم شخص رئیس کل بانک مرکزی ایران یادداشتی منتشر کرد که آخرین رقم و عدد پولهای آزاد شده رو ذکر می کرد. سیف در مقاله‌ای با عنوان صبحی تازه برای ایران نوشت که اکنون دیگر تحریمی وجود ندارد. از صبح دیروز دیگر شاهد بلوکه شدن حسابهای ایران نبودیم. و ما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کنم ما اکنون مالک دارایی های خود هستیم همیشه سوال این است که میزان پول های بلوکه شده ایران چقدر بوده است اکنون که این دارایی های ملی در اختیار ما قرار گرفت اعلام میکنم مبلغ واقعی آن 32 میلیارد و 600 میلیون دلار است اکنون مالک این منابع بانک مرکزی ایران است که در واقع نوعی اطلاع رسانی شفاف بود به افکار مومی که در قیاس با عهد احمدی نژاد بگونی میخواست تأکید کند که 700 میلیارد درآمد نفتی معلوم نشد چه شد و بی پاسخ از آن عبور کرد و با این مطلب وقت برنامه امشب ما در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر شما خوبان خدا حافظی می کنم تا شامگاهی دیگر و درودی نو با تازههایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود